در این آموزش قصد داریم برای یک تابع خطی که برخی از متغیرهای اون صحیح هستند مینیمم رو پیدا کنیم. برای این کار ما میتونیم از دستور int limprog استفاده کنیم. فرض میکنیم که یک عبارت خطی داریم به صورت 8 x1 به علاوه عدد x2 که ما میخواهم این تابع رو مینیمم کنیم. یک سری قید هم داریم. برای شروع ما در ابتدا ضرایب مربوط به تابعمون رو میایم و مشخص میکنیم. فرض میکنیم تابعمون اسمش f بود. میایم مشخص میکنیم، میگیم f مساوی با 8 و 1، در واقع 8 و 1 باشن ضرایب مربوط به تابع f. و دیگه تابع f رو نیاز نداریم، اون شبه تعریفی که براش داشتیم. فرض میکنیم که ما میخوایم عدد x2 مون یا متغیر x2 مون به صورت یک عدد صحیح باشه. میایم مشخص میکنیم مثلا یک متغیر رو، میگیم int con یا constraint مون به صورت عدد 2 باشه، یعنی ما میخوایم دومین متغیر موجود در تابع f به صورت عدد صحیح باشه. و فرض میکنیم که ما یک سری نامعادلات هم داریم که ضرایبشون به این صورت باشه: a مساوی با منفی 1 کاما منفی 2 نقطه ویرگول، منفی 4 کاما منفی 1 نقطه ویرگول، 2 کاما 1. در واقع ما سه تا نامعادله داشتیم که ضرایب مربوط به اون سه تا نامعادله رو در متغیر a قرار دادم و b رو هم عبارات سمت راستشون و یا اعداد سمت راست تساوی رو میایم در اینجا قرار میدیم، مثلا 14 منفی 33 و عدد 20 باشن مقادیرمون. در حال حاضر ما چی داریم؟ یک بردار داریم از ضرایب مربوط به تابع f، یک متغیر رو مقداردهی کردیم که میخوایم مشخص کنیم دومین عدد یا دومین متغیر موجود در تابع f میخوایم ثابت باشه، و ماتریس A و بردار B هم که در آموزش های قبلی باهاش آشنا شدیم. حالا ما میایم از دستور int limprog استفاده میکنیم و به عنوان پارامتر اولش تابع f رو میدیم. به عنوان پارامتر دوم دقیقا باید int con رو بدیم، یعنی متغیری که مشخص میکنه کدوم یک از متغیرهای موجود در تابع f عدد صحیحی قرار باشن، و پارامتر سوم رو هم a و پارامتر چهارم رو هم b مشخص میکنیم. پرانتز رو میبندیم و خروجی رو در متغیری مثلا با نام x قرار میدیم تا مینیمم مربوط به اون مقادیر برامون محاسبه بشن. حالا ما یک اجرا میگیریم از کدها. مقادیر مربوط به مینیمم تابع f در متغیر x قرار گرفتن و مقادیرشون به صورت 6.5 و 7 هستش. در این آموزش با تابع int limprog آشنا شدیم که میتونه با استفاده از اون یک سری مینیمم یابی رو انجام بدیم که برخی از مقادیر متغیرهاش از اعداد صحیح تشکیل شدن.